سلام دوستان، به آشپزخونه خالصی ما خوش اومدین. امروز با آموزش سموسه سیب زمینی با پنیر پیتزا در خدمتون هستم. با معرفی مواد اولیه کارم شروع میکنم. سیب زمینی آب پز شده تقریبا درشت 3 عدد، پنیر پیتزا 150 گرم تا 150 تا 200 گرم، نان لواش 3 عدد، جعفری خرد شده 2 قاشق غذاخوری، پیاز متوسط 1 عدد، فلفل و زردچوبه و پودر سیر و نمک هم به مقدار لازم. پیازمون رو خلالی های ریز خرد میکنیم. بعد از اینکه پیازمون رو خرد کردیم میبریم که سرخش کنیم. روغن اضافه کردم به پیازمون و گذاشتم رو شعله گاز تا آروم آروم تلایی بشه. پنیرمونم با رنده درشت رنده میکنیم. من سیب زمینیامو کاملا گذاشتم سرد شده که راحت هم پوسکنده بشه هم خوب رنده بشه. اون اضافه میکنیم فلفل سیاه، زردچوبه، بخار که میخوره به خورده سخت میریزه، پودر سیر، نمک، شعله گازمون رو کم میکنیم، زمینیامون رو اضافه میکنیم. خوب هم میزنیم. جعفری همون هم اضافه میکنیم. من جعفری فریز شده یه مقدار آب داره، سعی کنید جعفری تازه استفاده کنید. همه رو با هم مخلوط میکنیم و یک دست سموسمون رو درست کردم، گذاشتم کنار که از حرارت بیفته. الانم میخوام برش زدن نون لواش رو بهتون نشون بدم. ما یه نون لواش داریم، نوناتون باید نرم باشه. از وسط تا میکنیم به 2 قسمت مساوی، قیچیش میکنیم. خیلی پهنه تا میکنیم، یه برش دیگه میزنیم، یعنی هر نون لواش ما 4 تا نون سموسه به همون میده. سعی کنیم مشنبا هم داشته باشین که نوناتون رو بذاریم توی مشنبا خوش نشه، اگه خوش بشه پیچیدنش سخته. این نونمونی که میبینین یه مستطیله، به این گوشه این مدلی 3 گوش تاش میکنم، برمیگردونم یه تای دیگه و برمیگردونم یه تای دیگه، به این شکل حالت قیف میشه.
یه مقدار از مایه سیب زمینیمون رو برمیداریم، توی نون سموسمون میریزیم تا کامل پر بشه. من یه مقدارم از پنیرمون میریزم روش به این شکل. بعد میذاریم زمین، با دستمون حالت میدیم که قشنگ همه جای نون سموسمون با مواد پر بشه. میاییم یه گوشه از نونمون رو قیچی میکنیم به این شکل و به این حالت برمیگردونیم. چون نون ما بلنده یه مقدار دیگه از بغلاش میزنیم، تا میکنم و به این حالت جا میزنم، خیلی راحت به این شکل. یکی دیگه درست میکنم که کاملا متوجه بشین. دیگه ساموسه براتون میپیچم که کاملا متوجه بشین. به حالت سه گوش تا میکنیم، یه سه گوش دیگه و یه سه گوش دیگه. به حالت قیف در میاد، تو دستمون باز میکنیم و دوباره یه مقدار از سیب زمینی همونو توش میریزیم و به قاشق کاملا همه سطح ساموسمون رو پر میکنیم. پنیر پیتزا رو میکن روش. با دستمون کاملا شکل میدیم و گوشه های اضافه نون رو از همین بغل برش میدیم که راحت تو لایه زیری نون میذاریم که بره آروم آروم تا آخر فشار میدیم و به این شکل در میاریم. لواش های برش زدمون رو بر میداریم، به این حالت سه گوش تاش میکنیم، بر میگردونیم، دوباره یه سه گوش دیگه، بر میگردونیم، یه سه گوش دیگه. به حالت قیف در میاد، بازش میکنیم و از مواد سیب زمینیمون توش میریزیم. و کاملا تا هر جایی که جا داره پر میکنیم. پنیر میریزیم. دوستان شما میتونید پنیر تو قاطی سیب زمینی هم بکنید، ولی اینجوری قشنگ تر میشه و کشدارتر. تاش میکنیم، با دستمون حالت میدیم و جاهایی که اضافه است میخواییم بزنیم تو برش میزنیم. اینشه کامل باز میکنیم و داخل یکی از لاهای سگوشمون میذاریم به این شکل. اصلا هیچ جاش معلوم نمیشه. میبریم که سرخ کنیم. همونی که توی مایتبه ریخته بودیم داغ شده، سموسه همونو میذاریم تا سرخ بشه. بعد از این که سرخ شد برمیگردونیم تا طرف دیگرش هم سرخ بشه. فقط چون مواد ما کاملا توش پخته شده، فقط لازمه که نونمون سرخ بشه. مواظب باشین که نسوزه. سرخ شده برمیگردونیم تا طرف بعدیش هم سرخ بشه. گفتم نیازی نیست خیلی سرخ بشه، چون یه طعم تلخی پیدا میکنه نونامون. پس همه مقدار کافیه. من سرو شده یه سموسامون رو بهتون نشون میدم. سموسای ما آماده شد. امیدوارم که پسندیده باشین. درست کنه در کنار عزیزاتون میل کنین. ما رو به دوستاتون معرفی کنین. اشتراک گذاری رو فراموش نکنین. لایک هم همینطور. تا برنامه بعد و غذای دیگر همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.